سلام خدمت دوستای عزیزم، درود بیکران بر همه شما. یکی از یعنی چند تا از دوستای من یا فالوورای عزیز از من خواستن که من یک ساندویچ خوشمزه مرغ درست کنم، فصل مدرسه است و بتونم بدم بچه عزیزشون که ببرن مدرسه و یا کارمندای عزیز ببرن سر کار و متفاوت باشه با اولویه و ساندویچ مرغ دیگه که ما درست میکنیم. بنابراین من تصمیم گرفتم که این رو برای شما بذارم و نشون بدم که چجوری من یک ساندویچ مرغ خوشمزه رو درست میکنم. ما احتیاج داریم به مرغی که حالا سینه مرغ خیلی بهتره ولی رون مرغ ظریف‌تره. اونو خیلی کوچیک، خیلی ظریف و باریک ما میبریمش. ادویه ها ما احتیاج داریم به فلفل قرمز یک قاشق پر چایخوری و همچنین فلفل سفید یک قاشق پر چایخوری و پاپریکا یک قاشق غذاخوری و میتونید از فلفل دلمه استفاده کنید و یا از هالوپینیو یا فلفل تون بستگی به سلیقه‌تون داره. یه مقدار در حدود یک دوم کاپ یا یه تستکان یه خود بیشتر یه نصف استکانم سویا سس مسیاش داریم، کچاپ و سیر له شده. من الان میرم پای چراغ گاز و نشون میدم چجوری باید این رو تهیه کنم. من یه مایتابه چدنی گوشتم توی رو گاز یکم که داغ شد یه مقدار کمی روغن کنجد بهش اضافه میکنم و میذارم داغ بشه. تا روغن ما داره داغ میشه من یه مقدار سیر له شده هم میریزم که همراه روغن داغ بشه. در ضمن میتونین به جای روغن کنجد هر روغن دیگه هم استفاده کنید. یه مقدار که سیر من تو سیر زود میسوزه من یه مقدار که سیرم حرارت دید من این مرغ خرد شده هم به این روغن اضافه میکنم و اجازه دادم که رنگ مرغم کاملا عوض بشه. یکم که رنگ مرغ من عوض شد من یه کمی سیزنینگ سالت یا نمک معمولی بهش اضافه میکنم و این فلفل هالوپینیو خرد شده یا فلفل دلمه یا هر نوع فلفل سبز تند دیگه روش خواستین رو من اضافه میکنم و اون رو اجازه میدم با هم دیگه پخته بشه. ادویه من که شامل فلفل سفید و پاپریکا و به اصطلاح فلفل قرمز بود من چی میریزم تو مایتابه و با مرغم مخلوط میکنم و همچنین من سویا سس هم الان به این چی اضافه میکنم و مخلوطش میکنم و میذارم یک کمی با هم دیگه اینا آغشته بشه و حرارت بده. حدود 3-4-5 دقیقه که گذشت یه مقدار مرغ ما توی سویا سس پخت وقتشه که ما کچاپ سس گوجه‌فرنگیمونو در حدود 1 کاپ بهش اضافه میکنیم و قشنگ هم میزنیم که اینو با هم مخلوط بشه و اجازه میدیم کاملا مرغ ما پخته بشه، نرم بشه و این آب به صورت یه سس در بیاد و غلیظ بشه. دیگه اون وقت میشه لای نون گذاشت و نون رو توی ساندویچ ساس گذاشت یا نون معمولی و بدون ساندویچ ساس و با حالا خیارشور، گوجه، کاکو و حتی پنیر ورقه‌ای اون رو به اصطلاح سرویس کرد. پس من اجازه میدم که مرغ من چی پخته بشه و سسم کاملا غلیظ بشه. این بسیار ساده است، خیلی خوشمزه است، حتی میتونین اگه خواستین تندترش کنین، از سس تند هم استفاده کنین و اون رو تندترش کنین. اگه شیرین تر دوست دارین میتونین عسل یا شکر قهوه‌ای بونزو بکنین، کاملا دست خودتونه. پس اجازه میدین تا این پخته بشه. ببینین من درشو میذارم و اجازه دادم که مرغ من کاملا پخته و نرم بشه. بنابراین زمان میبره، صبر داشته باشین ولی این ساندویچ بسیار خوشمزه خواهد شد. پس میریم تا در حدود 10-15 دقیقه دیگه. ببینین من یه نون ساندویچی برداشتم، یه مقدار میشه البته این سوسم اول با هم کاملا مخلوط کرد بعد رو نون مالید یا اپلای کرد، ولی من گفتم خب دیگه ظرف کثیف نکنم، یه ذره مایونز، یه ذره کچاپ و
یه مقدار کم چند قطره، یه مقدار خیلی کم سس تند رو ما میریزیم توی روی نون و این رو همینجوری که مخلوط میکنیم تمام جای نون هم چی؟ میمالیمش. البته گفتم اگه جداگانه مخلوط کنین خیلی بهتره، مثل من تنبلی نکنین، فوقلاده فوقلاده بهتر میشه. بنابراین حالا ما یه کمی حتی بیشترم چی احتیاج داریم. من تندیشو زیاد نمی کنم برای اینکه اون برای نون رو من بیزل پستو میریزم. بیزل پستو رو از هم فروشگاه میتونیم بخریم. اون رو ما پخته بشه نشون دادم من از پنیر هاوارتی قرار استفاده کنم. این پنیر خیلی پنیر به اصطلاح کریمی، یه مقدار چربه ولی خیلی پنیر خوبیه. من از کاستو میخرم پنیر رو عموماً و این پنیر اسمش هست هاوارتی. پنیر بسیار خوشمزه ایه ولی هر پنیر دیگه شما خواستین میتونه استفاده کنه. من گوجه رو هم خلال کردم به این صورت که بذارم لای نون و کاهورم فقط قسمت سبزش، قسمت اون سفت وسط یا هارد وسطش رو من تو ساندویچ نمیذارم چون حجم ساندویچ رو خیلی زیاد میکنه و به نظر من بهتره که فقط از قسمت سبز استفاده کنیم. جوری هم که ملازم کنیم ببینین مرغ من تقریبا کاملا پخته شده و همینطور چی سسش غلیظ شده. من هنوز اجازه میدم که یه مقداری مرغ بیشتر حرارت ببینه و همچنین سس ما غلیظ تر بشه، چون هر چی سس ما غلیظ تر بشه باعث میشه نون ما خیس نشه و شما مرغ رو با سس خیلی بیشتری بتونید لای ساندویچتون بذارین و نوش جان کنین. پس بنابراین ما هنوز یه 4-5 دقیقه دیگه اجازه میدیم تا کاملا آب اضافی داخل این سس تبخیر بشه و گرفته بشه. عزیزان من اولین کاری که میکنم پنیرم و چی میذارم روی نونم و این گوشت مرغ رو میریزم روی پنیر جوری که به اصطلاح همه جای نونم رو گوشت و مرغ به مساوات به اصطلاح بگیره و خیلی هم خوب شده، سسش هم غلیظ شده و عالی. همین مقداری که شما ملاحظه میکنین کافیه. و کاری که میکنم میام ببینین گوجه حالا بنده دلخواه میذارم و همطوری که خدمتتون عرض کردم قسمت سبز کاهو رو فقط میذارم و میبندم. ساندویچ ما حاضره، بسیار بسیار خوب و لذیذ. شما میتونین میل کنین. امیدوارم ویدیو منو دوست داشته باشین. لطفاً لایک، سابسکرایب و رینگ بل رو فراموش نکنین. سپاسگزارم.